درود و عرض ادب خدمت شما دوستان و هموطنان عزیز و گلم. سه‌شنبه 8 اکتبر 2024 میلادی، 17 مهر 1403 خورشیدی و سال 2583 شاهنشاهی ایرانی. با افتخار در خدمت شما عزیزان گلم هستم با یک ویدیو دیگه از کلاب هاوس. در کلاب هاوس تو این دو سه روزه اتاقهای 12 ساعته 14 ساعته‌ای داره گذاشته میشه و شدیداً دارن به اپوزیسیون حمله میکنن و جالبه یه عده هم که از همین مزدورای کلاب هاوسی به جای اینکه بیان و بگن جمهوری اسلامی هستش که وکیل وسیع فلسطینی هست و 45 ساله داره از جیب مردم برای اونا خرج میکنه، دارن میندازن همه چی رو گردن اپوزیسیون خارج از کشور. یه عده متاسفم که اینو بگم، فقط گوش میکنن هرچی هم که بشنون باور میکنن، اصلا حتی یک لحظه نمیخوان روش فکر بکنن که ببینن جریانات به چه صورت هستش. بگذاریم اون، حالا برای یه ویدئوی دیگه. اما این اتاقی که براتون انتخاب کردم، راجع به این اتاق بگم، صاحب این اتاق شخصی هست به اسم رضا مولایی. این آقا قبلا تو اتاقای گرامیان مینشست، انقدر اونجا نشست و گرامیان 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت اتاقو میداد دستش، تا این آقا هم الان یاد گرفته و کم کم اتاق دار شده و مثل بقیه چه بهتر که بیاد و به اپوزیسیون حمله بکنه، خودش نه، یعنی افرادی رو که میاره توی اتاقاش. در این اتاق شخصی اومد به اسم آقای مصطفی، ایشون معلم بودن در ایران در شهرستان کنگاور و با لهجه شیرین کردی همیشه آقای مصطفی تو اتاقا که میان صحبت میکنن. خودشون هم گفتن ایشون قبلا 57 بوده، توی شورش 57 شرکت داشته، اما شدیداً هم پشیمان هستش و مخالف و دشمن جمهوری اسلامی هستش. ایشون اومد صحبت کرد و یه ضرب المثل هست میگن، نمیدونم چوبو بگیری دست گربه دوز در میره، یه همچی چیزی بود اگه اشتباه نکنم. داشت راجب در دزدی هایی که دارن انجام میدن و توی همین کلاب هاوس هم یه سری آدم ها هستن که رسما دارن پول میگیرن برای اینکه بخوان جمهوری اسلامی بمونه، اپوزیسیون رو بخوان بزنن، داشت راجب این چیزا صحبت میکرد که مکس فخرایی که دیگه همه میشناسنش، یک آدم، ببخشید این شکلی میگم، ولی واقعا یک لجن به تمام معنا هستش این آقای فخرایی، که تو هر اتاقی یه رنگی میشد یه موقعی و الان دیگه رسمن در اختیار جمهوری اسلامی هستش. و این آقا اومد و شروع کرد با این آقای مصطفی کلکل کردن و اصلا اتاقو به یه سمت و سوی دیگه ای بردن. صاحب اتاق هم این وسط به جای اینکه بیاد طرف آقای مصطفی رو بگیره، ولی حالا اومد دنبال بند و بساط خودش بود. و یه قسمتش هم جالب بود دیگه، اواخر اتاق خود این صاحب اتاق داره میگه که من نمیدونم کرایه خونم 2 هفته دیگه از 1700 دلار کم دارم، و چون تو استرالیا زندگی میکنه. و فقط به یه سری از این دوستان باید بگم آقا شما 24 ساعته توی کلاب هاوس هستین، اگر پولی در نمیارین پس احمقین، 24 ساعت نشستین اونجا فقط حرف میزنین که چی بشه، خب بلنشین برین کار بکنین، که نخواین به خاطر پول دست به هر کاری بزنید، برید کار بکنید بعدش بیاین حالا هفته یه مرتبه اتاق بزنید. اما من نمیدونم این کلاب هاوس چیه که اینا باید 24 ساعته اونجا باشن. ببخشید دوستان، من اگر در روز 1 دقیقه هم بخوام الان بیام صحبت بکنم، اینجا یه دونه قطار هستش همون لحظه باید بیاد رد شه دیگه، شرمنده اگر صداش داره این شکلی میاد. خب مجبور شدم یه لحظه پاز بزنم تا این آقای قطار رد بشه. خلاصه یه خانومی هم هستش، خانم سحر امام، یه قبلا یه ویدیو از ایشون هم گذاشته بودم که برای این سردار زاهدی که توی سوریه کشته شده بود و برای بقیه سردارا یه گریه و بغضی میکرد این خانم، دختر محمد جواد امام هستش. دوستان سرچ بکنن میدونن این کی هست، از این اصلاح طلبا دار دسته موسوی. خلاصه این اتاق جر و بحث و بین اینا هستش که جالبه ببینید که چه جور آدمایی هم توی کلاب هاوس هستن. همیشه فقط این متفکرها و دکترها نیستن که میان صحبت میکنن، افراد معمولی هم که اگر بیان میخوان درد دلی بکنن، یه حرف راستی هم میخوان بزنن،
ببینین چه جوری رو سر اون طرف میریزن که طرف اصلا بخواد دیگه آقا بی خیال من غلط کردم اصلا بره دنبال زندگیش، روزگار بدی شده. بگذاریم. دوستانی که در ایران هستن لطفا اگر دوست داشتید با لایک کردن و نوشتن کامنت میتونید به رشد و دیده شدن ویدیوها کمک بکنید. اگر هم در خارج هستین و خواستین کانال رو حمایت بکنید از طریق گزینه تنکس و جوین میتونین این کار رو انجام بدید. زنده باد ایران ایرانی با شرف، لعنت و هرچی مزدور و وسط باز و تجزیه طلب و هر کسی که داره به هر نحوی به جمهوری کثیف اسلامی کمک میکنه تا دیکتاتوریش ادامه پیدا بکنه. قربونتون برم، دم همتون گرم. درود به همگی کسانی که صدای منو میشنوند. صحبت‌های گوناگونی من شنیدم آقا رضا. اولا بالا غیرتت، من 2-3 دقیقه حرف میزنم بیشتر نه. امنیت منو تامین کن. سپاسگزارت میشم تا روزی که زنده ام. ببینید دوستان گرامی، صحبت‌ها گوناگون بود. اجازه بدید به من چون به همش پاسخ بدم نه وقت است نه شما میذارید من حرف بزنم. بذارید یه تصویر کلی ارائه بدم. تصویر کلی اینه که شخصی به نام رهبر انقلاب آیت الله خمینی، امام خامنه ای و آقای رهبر سفره ای انداخته عزیزان من. این سفره خیلی بزرگه، یه گوشش میرسه به لبنان، یه گوشش میره تا کانادا، یه گوشش دور میزنه واشنگتن، میاد لندن، بگیر برو استرالیا. این سفره عظیم ما میبینیم. دور این سفره عزیزان من آخوندهای نشستن با و بی امامه. توجه دارید؟ اول اینه بگم صاحبان اصلی این سفره میدونید کیه؟ کولبر کردی است که اگر سینه‌ش با گلوله نشکافن شاید یه آبگوشتی بذاره جلو زن بچه‌ش. صاحبان اصلی این سفره در واقع سوختر بلوچی است که اگر گرفتار دشخیمان نیا شاید به پولکی برسه برای امرار معاش. این یک واقعیت است. صاحبان اصلی این سفره، یه نکته بگم برم رو حرف اصلی، محصلینی است که در سیستان بلوچستان طویله کردن کلاس او. اینو یه داشته باشید. کسانی که دوری سفره نشستن دعوا سر لقمه هایی است که با هم برمیدارن، یکی بعضن بزرگ یکی کوچکتر. مثلا شاید باور کنید باور نکنید، من به شما سند میدم، آدم هست در این تهران لقمه برداشته، لقمه قضا نی، صاحب 2500 آسمان خراش کوتاه و بلند شده در همین تهران. صحبت من نیست، صحبت خانمی است که مسئولیت داره در این حکومت جمهوری اسلامی. اینی که چگونه میشه صاحب 2500 خانه بشی توضیح نمیدم، مشخص و معلومه. کسی که کناری سفره نشسته، مثلا مخواست مثالی بزنیم، لقمه ای مخواست ورداره، گفت مدرسه درد بخور گیر من نیامد توی تهران. دستور دادن حضرت رهبر 1000 متر زمین در نظر گرفتن، مدرسه ای ساختن، معلمینی استخدام شدن که مدرسه باب میل ای خانم باشه. ای کنار سفره نشستید شما آقایان عزیز، آخوندهای محترم، چه با چه بی امامه، همی جوری نیبذارن لقمه برداری. باید یه خدمتی هم بکنی، باید یه چیزی هم بگی. اینجا جالبه، من ساعتها به حرفای شما عزیزان گوش کردم. مثلا طرف مثال میزنم خدمتش اینه، میگه اسرائیل گفته ما آزادی برات میاریم، تو باور میکنی؟ در حالی که اصلا چون حرفی از بی خوبون دروغه. من اخبار روزی نید دنبال نکنم. جالب اینه تمامی شما عزیزان که کناری سفره نشستید گهگاهی هم با هم دعوا دارید و همه هم میگید مردم. در بین شماها هست فکر نکنید آقا مصطفی مثلا الاغ گوش درازه، این نسل خیلی بهتر از من شماهای میفهمن. در بین شماها هست یکی به نخلی به میخ میزنه، یکی به تخته. حالا چرا این کارو میکنید؟ خب مشخص و معلومه، فردا دری به تخته ای خورد، به دست مردم ای حاکمیت چپه شد، همین آدم میگه ببین بابا من انقلابی بودم، ببین فلان موقع چه گفتم.
توجه دارید. و همه شماها که دوری سفره نشستید یک فاجعه ای به بار آوردید. من زیاد کوتاش کنم، مشخص و معلوم داستان. فاجعه ای به بار آوردید تماشایی است. میدونید چه کار کردید؟ تمامی قدرت، چه قضایی، چه اجرایی، چه مقننه، ریز و درشت، هر آنچه هست و نیست در دستان فردی به نام رهبر نهادینه کردید. کار به اینجا رسیده. یک همش حرف شما میزنید. فقط باید یک بادمجانی دور بشقاب چیده بشه، یک تملقی گفته بشه که بذارن لقمه ور دارید و لقمه هم میده. کاری نداریم. کلن به طور کلی عزیزان من، یک واقعیتی است. یک واقعیتی است. ایک ماشین حکومتی به سرانجام نمیرسه. چرا نمیرسه؟ من یه دلیل بگم، میکروفون آزاد. دلیلش اینه، این حکومت همین الان، شما عزیزانی که در تهران هستید بهتر از من میدانید، بهتر از من میشناسید این اقتصادی که واقعا به دست خامنه ای و آخوندهای با و بی امامه ایجاد شده. چه ایجاد شده؟ آقا خواهش میکنم، من طرفدار رژیم پادشاهی هم نیستم، آقا به شما بگم، من یه آدم جمهوری خواهم. شما ببینید 45 سال پیش با واقعا 100 هزار تومن میشد شمش طلا بخری. الان یک کیلو قرصقل نمیدونم به تهرانی میشه چه. بچه های لور، بچه های کرد، اگر در اتاق انبر نصارا، فارسیش میشه انبر نصارا. ببینید شماها کار به کجا رساندید. یک شمش طلا، همو حکومتی که من احمق چپش کردم، همو حکومت میشد شمش طلا بخری. الان یک کیلو قرصقل میدن. آقا بالا غیرتن بیاید یک بارم شده با زانوی راست با این ملت بدبخت حرف بزنید. شما خودتان میدانید، میشناسید کی دروغ میگه، کی مخواد لقمه ورداره، جریان چیه. واقعیتی هر آدم عاقلی می به جنگ میگه نه. واقعیتی همه فهمیدیم این جنگ بین ملت ایران و اسرائیل نیست. آقا من یه ایرانیم، من متنفرم از جنگ. من میدانم، من سادلو فهمیدم جنگ بین آخونده و اسلام و دولت یهوده. شما نوشتید به ایران فکر کنید. این جمله هم که آقای مولایی نوشته، آقای مولایی هم گهگاهی من آزار میده، چون این دانه من مخالف سرسخت دزدام، من مخالف سرسخت، به هزار عیب دارم، ما ادعایی ندارم. من میدانم اگر میخواید به ملت خدمت کنید، بالا غیرت دی درویی و دررنگی بذارید کنار، یک روزی باید پاسخ بدی. ها تو میدانی من با کی حرف میزنم. ملت ایران چغندرقنی 80-90 میلیون انسانیم. به یک چرخش چرخ نیلوفری تمامش میکنم آقا. میکروفون آزاد، سپاس گذارم. نه آخه داری تمام توی کنی میگی دروی دورنگی رو بذاری کنار. آره کنی. بابا تو بچه هایی هست در رو هن در رنگ هن. آره من اسم نبردم ولی هست، خودت هم میدانی هست. مولایی میگم تو. نه با تو نیستم، کلی میگم. داری اسم منو میاری. مولایی عزیزم، عزیزم من. نه شما میگم در بین کلی من حرف زدم. نه عزیزم اشتباه فهمیدی. حالا من آقای مصطفی اسم داری، اسم بیارم به من دو ساعت وقت بده، من یکی یکی بررسی کنم این تحلیل کنم. نه با تو نیستم، تمام با تو نبودم عزیزم، دارم میگم منظور من تو نبودی. کسانی هن که دروغ میگن، کسانی هن که لقمه میخوان بردارن و میدانن در قبالی لقمه باید یک قر کمری بیا برای رهبر، منظور من اوناست. شما از شما بدی ندید. غیر میدن ها رو رو استیج، حالا کل ایران نگو، اینجا غیر میدن برای رهبر رو بگید لطفا. بگید که به من دو ساعت وقت بدید. من دو ساعت شما به ایشون میگی برای که رفع سوء تفاهم میشه، قشنگ شفاف صحبت کنید. کل مردم ایرانی که نمیشه یه دفعه نجات بدیم با اتهام زدن به اینو. قشنگ بگو سحر امام دوزه سر سفره نشسته از کالیفرنیا تا اونجا. دزدار شما بگو تو این اتاق دیگه. حالا بعدا کل ایرانو بخیا. ببین آقای فخرایی،
متمول نشود شه. الان همه برات ردیف میکنم، نمیخوام زیاد حرف زنم، در 30 ثانیه نگو. همین رو استیج دوزدار رو بگو، سر سفره نشستن، حالا کل ایران وقت میگیره، راست میگی، همینجا بگی دوزدار رو بشناسیم ما. دزدا کسانی ان که صاحبان اصلی ثروتی شدن. این ثروت از کجا مصطفی جان؟ ببین برادر بگم مهم نیست اسم بری مصطفی عزیز اجازه بده، من فریفته نیستم، من یه آدم عادی ام. ببین آقای فخری، نه 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 آقای مصطفی، خود شما یه روزی باید پاسخ بدی، خود شما. اجازه ها، همین می‌خواستم بگم. ببین آقای مصطفی عزیز، شما اجازه بده، یه فرهیخته ای هستید، کلامتون رو با این شروع کردید، گفتید من 2-3 دقیقه وقت میخوام، خب، و امنیت منو تأمین کنید. ورود به بحثتون معلومه که گرفتاری داره، بعد از سفره تعریف میکنید که آقا از این ور دزدن تا اون ور دزدن، بعد مولایی دروی رو بذار کنار، بعد مولایی میگه چرا میگی به من درو، میگی نه من کلی میگم. ببینید آقای مصطفی، شما دبیر بودی، فرهنگی هستی، شما اگه بخوای کیلویی ما رو نجات بدی، اون موقع فقط شاید بلوچستان و کردستان نجات پیدا کنن. 10 ثانیه از شما یه سوال دارم، 10 ثانیه. آقای فخرایی، شما میگی فلانجا برید، شما اول دزدای روی استیج رو بگو، چون الان زیاد الان میگن یکی تویی، یکی شمایی، شما یکی شمایی، بله شما یکی من اجازه بده بگم، یکی از شگردا سیاستوی شما اینه نمیذاری دیگران حرف بزنن، مردم خرسن. منو گفتی اسمایی خب بقیه ساکت باش، ساکت باش. اصلا آی مولایی من ماندم، چرا به شماها به ستاره میده، چرا به من نمیده، میدونی چرا؟ ببین آی شما یکی حرفات میدی، مولایی دروه با جمهوری اسلامی بسته. خب اوکی، نه تو منو مولایی ندادم، من میدانم دلار دادم، من میدونم شما ها چطوره. اجازه بده آقای فخرایی، شما یه سوال دارم، شما گفتید شما یه پاسخ به ما بده. آقای مصطفی عزیز، سن من مهم نیست، شما رو رعایت کردیم، شما اومدی میگی آقای فخرایی شما یه سوال پاسخ بده. نه عزیز من، نمیذاری برای که من چه پاسخی بدم، نمیذاری. دیدی الان شما ادعا کردی میگه رو استیج از استرالیا دزدن تا اینجا یه آره، داری اتهام آره بابا، آره یارو نشسته، یارو عشق میریخ برا حسن نصرالله، مثل که باباش مرده، او دزده. کی؟ مثلا کی فرخ نگهدار، کی کرده؟ فرخ نگهدار نزدیک بود به من که مربوطه، مگه فرخ نگهدار رو این استیجه؟ باق حالا من دبیر نبودی، نه نه من فرهیخته نیستی، نه نه نیستم، میگی دزدن، میگی فخری آره دزد، راست میگی. تمامی کسانی که سرمایه های افسانه ای، بله سرمایه های افسانه ای کشور ایران، امپریالیسم رو بردن، فئودالیسم رو آوردن، این داستان ها رو میدونی. من یه سوال از شما دارم، یه سوال دارم آقای فخری، الان این نمیذاره دوستان، این نمیذاره اسم بگو فخرایی دزد، آیدین دزد، گفتی اینا 10 بار 10 بار بگو، خود بذار نجات نده، خب بذار بگم کیلویی نجات میدی که از تو ایران یکی از ببین مصطفی جان، این یکی از جگرهای این هاست آقای مولایی. مصطفی عزیز تو ایران میدونی ستاره به کی میدی مولایی؟ تو ایران نشستی فوش رکیک به خامنه ای میدی، به آخون میدی، هر روزم تو کلاب هاستی، زیر پای این تو جمهوری اسلامی آزادی بیانه، زیر پای این ملت اگر لحنت رو بید توپ بگیری میکنم. آقای فخری بذار یه جمله بگم، شما ادعا کردی در فلان کشور بیای خیابان سر کارت با گلوله است، یعنی شما نمیدانی امنیت در کشوری به وجود میاد که اقتصاد پویایی داره، که عدالت اجتماعی داره. تو این مطلب بی سادگی آقای فخری نمیدانی، یک روزی در دادگاه هم دیگر اگر دیدیم اون موقع ازت میپرسم. آقا من اون مطلب رو میدونم که نه مخواهی بگی که همه جا گلوله بازی ساکت باشید، مای که دوا میکنی میگی امنیت منو تامین کن، خب نمیذاری که سحر جان اون کلاشینکوف رو بیار واسه بغل آقای مصطفی به همه بگه دوست،
بعدم که میگی هی بگه کلی میگم منظورم امپریالیسم جهانی بود، منظورم کره مریخ بود. آخه وقتی دبیر آزادی خواه ما اینجوری صحبت میکنه، بعد اون موقع شما میخواید مثلا آزادی هم بیا دموکراسی، بعد اکثریت دولت مردای ایران دزدن. بزرگ فرهیخته ما مثل شما صحبت کرد، گفت روی این استیج دزدن، فخرایی هم دزده. دزد داریم اینجا؟ بله دزد داریم. نه نمیذاری فخرایی دیگه هم نگفت. شما حاضری رسیدگی بشه ببینیم صحبتت چقدره؟ مصطفی جان مصطفی کجا آوردی اینه؟ ای این آقای علمی میخنده، ای آقای علمی داره تو دلش میخنده، میگه ابردبیر کردستان رو میخواد نجات بده، با فخرایی نادون منتقد دارن با هم دزد پیدا میکنن رو استیج. ببین چقدر فرهیختگی وجود داره. صد آفرین به شما و کردستان و بلوچستان رو نجات بدید. مکس آقا مصطفی بفرما کلامتون رو تموم کن. آقا مصطفی بفرما. ببین آقای مولایی، یک کلام وقتی میگم که منظور من شما نیستی، من کلی حرف میزنم، من میدانم چه. آقای فخری میکروفون رو در ببند. ببین آقای مولایی، یک کلام وقتی آدم یه بار حرف بزنیم عزیزم، دعوا که نداریم، اگر کسی به منم فوش میده بذارید بده، من به فوش اهمیت نمیدم. آقا صحبت سر اینه، شماهایی همه پولی از کجا آوردید؟ میگی نام ببر، من 100 نفر نام میبرم حتما، نه رو استیج. من میشناسم آدمایی که میان اینجا، آدم من دیدم در این در اینجا، شاید نه در اتاق دیگه، در اینجا. آقا رضا اینا از اعدام دفاع میکنن. آقا رضا ایشان نشسته تو لندن، مثلا نمونه آوردم، نشسته تو لندن، دلسوز کیه؟ آقا میگه من طرفدار کارگرم، 50 و خورده کارگر مگه نرفت در اعماق زمین، مگه مدفون نشدن؟ آقا رضا چجوری این طرفدار کارگر دلش برای اون کارگر بدبخت بیچاره که یه پولی بهش دادم، پول نان و پنیریه، نمیسوزه، شده دلسوز حسن نصرالله، این چه حکایتیه؟ آیا نیاز به توضیح داره که آی فخرایی گریبان منم میگیره حتما باید بگی؟ خب من میگم آی فخرایی چون میگی بگو، میگم یکیش خودت، خودتو ادعا داری که مثلا مثال میزنن که در فلان جا بهش گفتم. عزیزم آقای آقا رضا، شماها سیاسی هستید، منم چیزکی میفهمم، من میدانم امنیت زمانی به ایران ما برمیگرده که کارگر، که معلم، بدبختن قش جامعه معلمه. خامنه ای موفق شده دانشگاه های ما، دبیرستان های ما، مدارس آموزشی ما، که کشورهای پیشرفته از این مسیر به ترقی و سعادت و اختراعات و اکتشافات رسیدن. آقای خامنه ای نمیدونه این دانشگاه ها از محتوا خاری میشه با دادن سهمیه به دانشگاه، با اخراج اساتید با سواد؟ اینو نمیدونه؟ میدونه عزیزم، میدونه، میدونه که چه کار کنه. آقای خامنه ای خوشش آدم بی سواد میاد، نه متخصص. کار کی انجام میده آقای مولایی؟ کار متخصص انجام میده. دعا من فکر نکنم یه 1,000,000 دعای برگی تکان بده، همچی چیزی نیست دوستان عزیز من. شما نوشتی به ایران فکر کنیم، من بدبختی ایران به شما گفتم، بدبختی کشور به شما گفتم. من یکی از کسانی بودم، یه آخوندی از توی نمیدونم حالا اسمش کیه، این آخونده آرزوی مرگ من و تهرانی و 57 داره. ما که اینا نمخواستیم عزیزم، منم مقصر نبینید آی مولایی، درد یکی دوتانی. من مخواستم تعدد احزاب بیا توی آب و خاک، من مخواستم عدالت اجتماعی بیا توی آب و خاک، نه یه جا طویله بشم مدرسه حداد عادل تافته جدا بافتنی. اینا دزدن عزیزم. آقا بررسی کنید، حاضرید ثروت همین شما عزیزانی که تو استیجی بالا نشستید، یکی 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 ببینیم این پول هنگفت، این سرمایه نجومی از کجا آورده آقای فخرایی مثلا؟ با احترام آخه باید بگیده، من 40 سال کارگر بودم تو آلمان، حاضرم به شما بگم کل ثروت من و مشخص و معلوم. آدم هست توی حکومت شمخانی، آقا ایشان تو میگی دزدی آقا رضا، من میخوام ببینم فرزند ایشان. آقا مصطفی حاضری هرچه من دارم ازم بگیری؟ خب 2% اونی که داری بهم بدی. 2% من چیزی ندارم. آره نه آره، سر دست همه اینا. آره
من با تو آره من یه کارگری هم یه تیه کاری من الان ماشینم پره اساس کشی حمالم من آره حاضرم آقا رجا اون حمال و اینا نگاه کن عزیز من شما اگر درآمد من حمالی از من صحرایی نیستم گوش کن عزیز من بفهم شما تراک داری دیگه تراک چی دارم؟ تراک داری تراک چیه؟ آقا بحث رو دیدی آقا رضا چقدر علمی شد مکس آخه میان شعار میدن حومت میزنن آخه شعار نیست اینا ببین آقا رضا مادرت مکس مایکتو ببن آقا رضا ایشون از اولی که مایکشو وا کرده الان اعصابم تخمیه آره نه اعصابت خورد میدونی باید داره چی باشه آقا فهمیدیشون تامین نکردی همه دزدن این دزد فخرایی دزده آخه وقتی شما فرهیخته جامعه مایی قربون سرت برم چجوری میخوای آقای خامنه ای رو بندازی آقای مصطفی اون ماشینی که داری آقای مصطفی همون ماشینی که تو داری خب من بعد ده سال کنم که بگیرمش خب بله. من الان هفته جلای خونمه خب همین الان که با هم حرف بزنیم زال 700 تا شکم داره نبند به مردم یه بار قیدی تو مملکت بسته دیگه ایجرو باید با طرف بزنن اونه از چشم من نبینه از چشم پوفیوز آمریکایی رئیس جمهور آمریکا ببین تو میبینه از چشم تو میبینه حرف زدن میرسانه با کلاس حرف بزن با یه معلم حرف میزنی معلم موقع که خودت من حرمت خودتو نمیذاری تهمت میزنی یا میگی دروی یا میگی ثروت استیج رو بسنجم من گفتم منظور من شما نیست اینجا دوز داریم بزنی دیگه بگی منظورم تو نیستی یعنی چی آقای مصطفی شما من توقع دارم اگه ادبی حرف نمیزنم حتما قل از ادب فاصله نگیر آقا رضا ریدی تو مملکت چیه؟ ریدی تو مملکت یعنی چی؟ باید یعنی همین کاری که همین چیزایی که خودت میگی انبر اون ساعت 45 تومن شده یعنی که حاصل کار شماست بله ما نسل ساده ای بودیم آخون ما یه گول زد من فکر میکنم بله این درسته آقا تایتل صحبت تموم که بیادبی نشو بهتره آقا رضا شما به من شیفته ادبم اسلحه من منطقه میدونی چرا به من میکروفون نمیدن بعضی اتاقا میدونی چرا به خاطر ادب من تافته جدا بافته نیستم من نمیام به شما بگم مثلا واژه به کار ببرم هیچ زمان و اینه که میگم دزد هست این بی احترامی نی واقعیت اینه بسیاری از دولت مردان ما دزدن آقا میگی نیستن؟ بفرمایید ببینید اینا قبلا کجا بودن الان در شمال تهران این زندگی لاکچری اگر محلوب آقای مصطفی تو داری میگی این استیج تو چکار من کی گفت دولت دوز نیست؟ آها دمت گرم آقای مصطفی دوبار بسیار فلفل به دست اومدی بالا ما گفتیم آقا سر نوبتت بد مایک میدیم یا درومون میکنی یا دزدمون کردی نه من گفتم کلی حرف میزنم چون تون اینه دیگه این مبارزه گفتم کلی فرقی ندارن این دزدا دست توی کاسه دارن ده نفر آدم رو استیج شما داری میگی آقا سپاسگزارم شاد باشی آقا رضا ناراحت نشو باش زمان میگذره ببینید برنده ای جنگ برنده ای بی‌عدالتی مردم ایران چغندر غن نیستن میبینیم هم دیگره شاد باشید یعنی تو الان سمت برنده یعنی تو سمت مردمی و ما سمت نظامی آقا بابا من نمیدونم به خدا قسم برو یه روانشناس آقای مصطفی ما چقدر بدیم شما دست از سر من یه دونه به عنوان شهروند ایران داخل برداری یه نسلی هستید که اصلا ول کنم نیستید من تا زندم خانم سحر تا زندم کی من که داخلم تحت فشار مشکلات اقتصادی هم شما دیدن آقای فخری آقای موله آقای آیدین عزیزان روی استیج دیدن که مثل شما ماش باز کنم
و به کل یک استیج بگم دوز کی من این کارو کردم که شما من کی گفتم کل شما تحت فشار تو شما چرا دروغ میگی خانم فرهنگ دروغ چرا میگی من تحت فشارم آقای مصطفی دروغ چرا میگی من کی گفتم کل استیج دروغ نگو خانم محترم تو یک زنی نام نمیبرید آقای مصطفی یعنی به همه افراد روی استیج اعتماد دارید متشکرم مولای متشکرم اسم من نیارید نه نه شما خانم محترمی هستی سپاسگزارم اسم من نیارید سپاسگزارم ببخشید اگه جسارت خدمتتون شد ولی از بعد نام آقا ببین اینجوری ببین با این روش شما آقای خامنه ای را میتونی بندازی یعنی بیای تهمت بزنی بعد یه نفر که معترض میشه میگه آقا چرا میگی به همه دوست نه من رفتم خب آقای مصطفی جان خداحافظ خیلی ممنون شما دروغت من کی به همه گفتم دوست چرا دروغ میگی روی این استیج دوست هایی هستن یه دونه فخر رو این نام بردی دیگه نگفتی الان نمیدونیم آیدین دوسته آرتا دوسته سحر زیا کیا دیگه دوزدن به جز فخر نه سحر دوز نی دوزهایی هستن یعنی همه آقا سحر خانوم شما به حقوق زنان احترام میذاری اینم فهمیدیم دو تا فالو هم واسه این حالا شما دیگه بفهمید که سعید آقا دوزه کیا اسما رو بگو به جز فخرایی گفتی روی این استیج هم دوزها هستن بگو دیگه شما فرهیخته ای دیگه شما مگه نمیخوای ایران رو نجات بدی اول این استیج دزدا رو مشخص کن ما متوجه بشیم که شما مستند صحبت میکنی ما متوجه بشیم که شما رفتی اینستاگرام فخرایی رو دیدی بعد گفتی خب پس این دیگه فقط میتونسته با جمهوری اسلامی زد و بند کنه فکر نکردی که فخرایی 40 ساله اومده از کشورش دور شده زحمت کشیده افرادی مثل شما محترم که کاری بودن و براشون کار فراهم کرده 30 و اندی سال کارآفرین بوده در غرب بدون رانت جمهوری اسلامی اینا رو ندیدی که زود گفتی هر کی ماشین خوب داره دزده الانم مده هر کی ماشین خوب داره دزده بعد با جمهوری اسلامی خب شما اینجوری میخوای ایران رو نجات بدی نمیشه دورت بگردم ببخشید آقای مصطفی فقط اگر ببینید آقای مصطفی اس ببرید ببینید یک چیزی که من نقد وارد میکنم این آقای مصطفی ببینید من اگه با آقای مولای بزرگوار نقد داشته باشم با آقای آیدین با قارتا آقای آراسته به خانم پرشیولوژی بزرگوار مستقیم نام میبرم و به اون شخص خاص انتقادات خودم وارد میکنم وقتی شما به صورت مبهم بدون ذکر نام یک اتهامی رو برای بخشی از استیج بدون ذکر نام یا اصلا تو اتاق همین الان مثلا خدای نکرده یه نفر بیاد رو استیج بگه در مورد کل این تو این اتاق یک سری از آدم‌هایی هستن که به فلان گروه یا جناح منتسب خب این یعنی به خاطر اینکه چون نام نمیبرید و همه دارید این اتهام وارد میکنید من از این جهت بهتون نقد وارد کردم و اگرم واقعا ورود دارم آره یه مقدارم ببینید ما در مورد مسیر به لذت کشیدن آدم سحر خانم عزیز آقای مصطفی یه دقیقه من تمام میکنم ببینید آقای مصطفی یه چیزی ازتون خواهش میکنم شما ممکنه شاید تو مواضع سیاسی بسیار بسیار با آقای فخرایی اختلاف نظر داشته باشید منم با آقای فخرایی واقعا خودشون هم میدونم منم میدونم که اختلاف نظر و دیدگاه سیاسی دارم من شاید با آقای دینم همینطور باشم با خیلی از بزرگوارانی که روی استیجن اختلاف دیدگاه اختلاف نظر و اختلاف دیدگاه داشته باشید تو حوزه‌های مختلف ولی آقای مصطفی چاره کار این که من و شما بیاییم یعنی این که من بیام با آقای فخرایی با آقای مولایی مثلا با آقای آیدین اختلاف نظر دارم مثلا با آقای فخرایی تو دیدگاه سیاسی متفاوت با آقای آیدین دیدگاه مثلا اقتصادی متفاوت برنامه اقتصادی مثلا متفاوتی از ایشون برای کشورمون در نظر دارم با آقای رضا مولایی هم مثلا از برنامه فرهنگی و مثلا مسائل این چنینی دیدگاه متفاوتی دارم این به این معنی نیستش که من بخوام وقتی بخوام حرف خودم رو بگم من خوبم مثلا آقای مولایی آدم بد است خب یه برچسب دستم بگیرم بزنم رو پیشونی آقای مولایی این کار صحیحی نیست این موضعی که شما دارید نماینده کیشو میکنید آقای مصطفی عزیز میبره زیر سوال شما باید اونقدر از مواضع خودتون بتونید به صورت منطقی دفاع بکنید که با ارائه ادله با دلیل و مدرک و شواهد و مدارک اگر با آقای فخرایی اختلاف نظر دارید یا با آقای مولایی یا با من هستن بیاید
اون دیدگاه منو با دلیل و منطق و شواهد و مدارک زیر سوال ببرید. اون موقع من با آقای مصطفی افتخار میکنم به عنوان یه هموطنم. چرا؟ چون اونقدر قوی شده، اونقدر تونسته دیدگاه های خودش رو بر اساس دلیل و منطق انتخاب بکنه که تونسته با دلیل و منطق از اونها دفاع کنه، نه با برچسب زنی. با برچسب زنی هیچ وقت شما نمیتونید از دیدگاه خودتون نه تنها دفاع کنید، بلکه اون دیدگاه رو کاملا زیر سوال میبرید. بازم واقعا معذرت میخواستم دخالت کنم. ببین خانم سحر، من گفتم سفره انداختن، یه سرش میرسه لبنان، یه واشنگتن، شما چسبیدید یه استیک. بابا یه بار گفتم عزیزم، من اینجا مثلا زیایی میشناسم، آقا رضایی زیا یکی از قربانیان جمهوری اسلامی، اونا او پایین، بقیه نمیشناسم نظر نمیدم. آقای فخرایی میشناسم، آقای فخرایی حاضری بگی بنویسی ثروتت در چه حدیه؟ میدونم کاری کردی، زحمت کشیدی، حاضری کار بکنی؟ حساب کنیم شاد باشید. آقای آقا تو رو به خدا این اتاق دیگه اتاق نیست جناب مولایی. آقای مصطفی قراره برای همه تعیین تکلیف بکنه، اصلا به کسی چه مربوطه چی چقدر پول داره؟ میزان سرمایه افرادم بعد بذاریم ما اینجا اعلام کنم. استدلال آقا سعیده ببینید. آقا ماید، آقای مصطفی فکر کنم اولین بار شما تو کلاب هاوس دارید صحبت میکنید و نمیدونید استیج یه کسی داره به اسم مجری مایکو میگردونه و اون. آقا مایدی من دعوت فرستادم خدمتون آقا مسعود خان، اگر تشریف بیارید استیج ممنون میشم. تایتل به ایران فکر کنیم. هرحال من عذرخواهم عزیزم، من یه لحظه یه آدم فشار به چند یه جای دو جای که نه، به همه جای آدم فشار میاد. تو شیشو بیش زندگیت موندی، بعد یارو میاد میگه یا میگه دروی درنگ اذیت میکنی، مکس رو مدیر میکنی. آقا من 2000 با همین اتاق امروز آقای مصطفی 10 دقیقه من دلایلی که مکس و مدیر کردم چرا مدیر میکنم و همین امروز هم دوباره 10 دقیقه توضیح دادم برای بچه های اتاق. همین اتاق رو برو گوش بده اولشو، تمام دلایلی که گفتن چرا مکس مدیر میشه رو من اونجا توضیح دادم. هر روز من بعد بیام توضیح بدن که چرا آقای فخرایی رو مدیر میکنن، دونه به دونه رو هر کی پرسیده من توضیح دادم، دیگه نمیدونم چیکار باید بکنم. عرض خوش آمدم آقا مهیدی عزیز. خانم زهیلا، آقای ببخشید میدونی چرا باید مکس رو مدیر کنی؟ امیر اینا توضیح دادم مکس رو کنی؟ نه من الان توضیح دادم. به خاطر اینکه مکس وقتی مسعود اتاق داره من میرم به زور از تو جیبش گوجه سبز رو ور میدارم، بعد هی چابلوسیش هم میکنم، هی میگم سرت مثل سر شاهه، میگم از ما یه روحیم تو دوتا جسم. بعد 2 روز که مسعود پیداش نمیشه تو اتاقا میرم، تازه میگم مسعود به من بده کاره. به خاطر اینه باید منو مدیر کنی، چون من شخصیت این شکلی دارم، چون من تهمت میزنم وقتی میام اینجا میگم دزدید، چون من وقتی کسی به هم میگه دزدی آن واحد ریمووش میکنم مثل آقای مصطفی. به این دلایله، خیلی هم ساده است. مسعود جان مخلصی. آقا مسعود امیدوارم شهر تایتل آقا مهیدی خودت بدی اتاق برگرده به مسیر تایتل.